سرخطی مهمترین خبرهای روز. قرض بیرونه تاجیکستان به نقطه نهایی نزدیک می شود. تهدید شهردار مسکو به مهاجران و عذرخواهی غنی از مردم افغانستان. سلام بیننده های عزیز، با امیدی یک روز خوب شما برنامه نویدی بامدادی را تقدیمتان میکنیم. آژانس آماری تاجیکستان میگوید قرض بیرونه تاجیکستان در نیم ساله اولی سال روان با در نظر داشتی قرض های جلب شده نو به 38.2% مجموعی محصولات داخلی کشور رسیده است. حد قابل قبول قرض 40% گفته می شود. بنابر اطلاع وزارت مالیه تاجیکستان، مطابق نشان دهنده های نیم ساله اولی سال روان، حجم عمومی قرض بیرونه تاجیکستان 3 میلیارد و 256 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. کارشناسان می‌گویند طول سال‌های استقلالیت تاجیکستان با مشکلی افزایش قرض ملی روبرو شد. قرض بانک ملی تاجیکستان نزد صندوق بین‌المللی پول که برای حفظ برابری پرداخت‌ها جلب شده بود 50.6 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. گفته می‌شود امروز هر یک ساکن کشور 339 دلار از خارج قرض دار است. روز 9 سپتامبر تاجیکستان با شهامت بزرگ 30 سالگی استقلالیت دولت را جشن گرفت. کشور در حالی از این سال جشن گرفت که جانبداران حکومت از پیشرفت ها ولی مخالفان از کمبودی های جدی به مانند مشکل اقتصادی، بیکاری افزون و محدودیت آزادی ها صحبت میکنند. همکارمان خرامان بخوازاده با تحلیلگر و سیاستشناس تاجیک پرویز مولاجانوف صحبت داشت و از او درباره وضع تاجیکستان پرسید. من فکر میکنم که البته ما پایه خوب داریم، چون که الکای دولتداری خود رو نگه داشتیم، لیکن مسئله اساسی برای حکومت، برای حکومت فعلی، برای مردم، برای جامعه این پیش بردن اصلاحات و حل کردن مسئله اقتصادی است. و من اونقدر جدا نمیکنم سم دیگر مسئله مردم سالاری و از مسئله اقتصادی، چون که به هم خیلی وابستن. مردم سالاری رو یک و یک باره به دست آوردن ممکن است، یعنی با شکم گروسنه شما یک نظام مردم سالاری رو پایدار کردن نمیتونید. با شکم گروسنه شما فقط به ترتیبی نوامنی رو سختن میتونید. خبرنگاران بدون مرز از حکومت تاجیکستان خواسته است که حکمت الله سیف الله زاده، روزنامه‌نگار و عضو زندانی حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی را عفو کنند. بنابر بیانیه سازمان که روز 9 سپتامبر نشر شد، سیف الله زاده از سال 2015 در زندان است و جانش در خطر است. حکمت الله سیف الله زاده ماه اپریل امسال در پی بد شدن وضع سلامتیش در بیمارخانه محبس بستری و سپس جراحی شد. او را در دایره پرونده های مربوط به حوادث ماه سپتامبر سال 2015 دستگیر و بعدا به 16 سال زندان محکوم کردند. مقامات تاجیکستان آن سال عبدالحلیم نظرزاده، معاون پیشین وزیر دفاع، را به تشکیل آشوب و حزب نهضت اسلامی را به طرح ریزی و سرمایه گذاری آن عیبدار کردند، چیزی که رهبریت حزب در خارجه بارها رد نموده است. سرگئی سابیانین، شهردار مسکو، به مهاجران ویرانکار با چراهای شدید تهدید کرده است. شهردار مسکو گفته است مهاجرانی که در مسکو قانون و ترتیبات را ویران میکنند، مین بعد از کشور خارج کرده میشوند و از حق ورود محروم میگردند. به گفته شهردار، وقتی مهاجران بیشتر به ویران کردن قانون شروع کردند، مقامات شهر فوراً چراهای سخت اندیشید. او در مصاحبه با کامسومولسکای پراودا وعده داده است که چون این عمل کرد ادامه خواهد یافت. در همین حال شهردار پایتخت تاکید کرده است که مسکو برای کارگران رسمی از کشورهای خارجی باز باقی میماند. این در حالی است که مقامات تاجیک از جمله نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان هم از مهاجران در روسیه خواسته بود از مناقشه های گروهی در این کشور خودداری نمایند تا برایشان مشکل پیش نیاید. پریزیدنت برکنار شده افغانستان اشرف غنی تلاش کرد فراری ناگهانی خود را از کابل که سبب به دست جنگجویان طالب گذشتن پایتخت افغانستان در روز 15 آگوست شد شرح بدهد. غنی گفت که هرگز نیتی فرار نداشت، اما خواست کابل را از خونریزی وحشتناک شبیه به جنگ شهروندی سالهای 90 نجات دهد. این در حالی است که او را به بازی برای دادن قدرت به دست همقومانش گناهگار میکنند. غنی در اظهاراتش خود را ما مینامد. ما فکر میکنیم
یک شرح برای مردم خود باید بدهیم. گریختن اشرف غنی همه گونه امکانیت انتقال و تقسیم قدرت را از بین برد و همپیمان های بین المللی او را در شرایط سخت و شتاب زدگی بی‌نظیر قرار داد. در اظهارات 8 سپتامبر غنی گفت که حالا وقت ارزیابی طولانی بر رویدادهای پیش از رفتن من نیست و قول داده است که در آینده نزدیک آنها را به طور مفصل بیان خواهد کرد. آژانس هواشناسی تاجیکستان آگاهی داده است که روزهای 10 و 11 سپتامبر سال جاری در بعضی منطقه‌های ناحیه‌های تابه جمهوری و ولایت ختلان چنگ و غبار باقی می‌ماند. آژانس به شهروندان توصیه داده است که از سیر و گشت بسیار روزانه در خیابان‌ها، کوچه‌ها، خصوصاً در نزدیکی راه‌های سیرنقلیات، منطقه‌های کم شمال، اینچنین کارهای صحرایی، ساختمانی و سفر نمودن خودداری نمایند. با تاکید آژانس هواشناسی، شرایط مذکور به کودکان، پیرانسالان، زنهای حامل، بیماران دق نفس و قلب تاثیر منفی دارد. آژانس میگوید چنگ و غبار تا روز 12 سپتامبر ادامه میکند. در 17 جشنواره بین‌المللی فیلم‌های مسلمانی قزون، فیلم بهترین محسن رحیمی، کارگردان کویتی که در تاجیکستان نوار برداری شده است، نمایش داده شد. این جشنواره که از 5 تا 10 سپتامبر ادامه می کند، در آن بیش از 10 فیلم بهترین نمایش داده می شود. فیلم بدیهی حجتی آفریده محسن رحیمی اوید به نوروز و انعنه های ملی تاجیکان با نام بهترین در تاجیکستان نوار برداری شده است. کارگردان کویتی با دیدی تازه و برداشت خود از کشور تاجیکستان 90 دقیقه فیلم آفریده است. محسن رحیمی در بعد با آزادی گفت که بازیگران این فیلم نفران غیر حرفه‌ای‌اند. همه بازیگران فیلم بهترین نابازیگرند، کسانی هستند که علاقمندی خودشون رو به همکاری اعلام کردند. تست گرفتیم و با بعضی هاشون مدتی صحبت کردیم، شخصیت پردازی کردیم و داستان رو پیش بردیم. حداقل با هر کسی از 1 هفته زودتر یا 2 هفته زودتر در رابطه با نقشش صحبت کردیم و بعد داستان رو پیش بردیم. این فیلم روز 9 سپتامبر با مناسبت 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان نیز در شهر قزون به تماشا گذاشته شد. در جشنواره مؤلف فیلم محسن رحیمی و قهرمان اساسی فیلم دولت رجبوف شرکت دارند. در نظر است بگوی امروز از جشنواره فیلم قزون نتیجه گیری شود. بخش یک روز تاریخ را همکارمون خیرمون بخوزاده تقدیمتون میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 10 سپتامبر را فرا میگیرد. سپتامبر سال 1997 صدها دختران از دهات دوردست تاجیکستان توانستند بر اساس برنامه نوی کوته تحصیل در دانشگاه های کشور دانشجو شوند. برنامه ای که مخصوص برای تشویق تحصیل دختران روستا و تامین مناطق دوردست با متخصصان تأسیس شد، همه ساله حدوداً 1000 جوان بالایاقت مناطق دوردست را با تحصیل بیپول در مکتب های عالی تامین میکند. این برنامه را گاهو برای آلودگی به فساد انتقاد میکنند. 10 سپتامبر سال 2009 وزارت معارف تاجیکستان گفت با استادان مکتب های میانه لباسی یگانه جاری می کند که از روی مشورت طراحان کسبی تهیه می شود. پیش از این مقامات تاجیکستان دندان طلا، پوشیدن روسری و دامن های کوتاه و استفاده تلفن موبیل را برای آموزگاران خوانندگان منع کرده بودند. سال 858 زادروز سردفتر ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک ابو عبدالله رودکی است. 10 سپتامبر سال 2008 به این مناسبت با شرکت پرزیدنت امام‌علی رحمان در دهه پنجرود مقبره تازه ساخته شده آدم و شعرا افتتاح شد که در آرامگاه شاعر به مناسبت جشن 1150 تولد رودکی ساخته شده است. مؤلف قصیده شکایت از پیری و بویجوی مولیان زندگی پرپیچ و تابه را در نزد درباری سامانیان پشت سر کرده، هزارها مصرع‌های بلند شعری از خود به یادگار گذاشته است. بخشی بزرگ آثار او نابود گشته، تا حال اشعارش از بایگانی و خزینه ها کشف می شود. بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانی را نسبت به آثار خارجی چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، این بود برنامه نویدی بامدادی. به شما استراحت خوب آرزو میکنیم. خدا نگهبانتان.